موضوع تکنرخی شدن دلار تقریبا در صفحه نخست همه روزنامه های امروز دیده میشه. تنش در روابط مسکو واشنگتن و رفت و آمدها در شهرداری از دیگر تیترهای روزنامه های امروز بود. ابتکار به تحلیل چالش جدی مسکو و واشنگتن در سوریه پرداخته است. آرمان با تیتر بازار ارز سیف بماند به گزارشی درباره واکنش بازار ارز و سکه به سیاست جدید ارزی دولت پرداخته است. اطلاعات و ایران نوشتند دولت با اقتدار ارز تکنرخی را حفظ می کند. اعتماد سعی کرده است سیاست جدید ارزی دولت را حاصل کار و تلاش معاون اول معرفی کند. آفتاب یزد سیاست ارزی جدید دولت را تجویز مسکن می داند. افکار از شعله ور شدن خوشه های خشم می گوید. اشاره به افزایش رویارویی بین کرملین و کاخ سفید درباره سوریه. جام جم به خاطر پیامدهای نوسان نرخ ارز در جامعه دلار را نفرین کرده است. جمهوری اسلامی اعلام دلار 4200 تومانی را گام اول دولت برای مدیریت بازار ارز می‌داند. جوان اعلام دو روز پیش دلار 4200 تومانی را تأخیر در تدبیر تکراری دلار می‌داند. سیاست روز با تیتر دو کلمه‌ای صندلی بازی نگاهی دارد به ماجرای استعفای شهردار تهران. شرق انگشتان پوتین و ترامپ را روی ماشه گذاشته است. فرهیختگان مدیریت شهری پایتخت را غیر قابل دفاع می داند و به گمان زنی درباره شهردار آینده تهران می پردازد. کیهان تیتر زده لجان گسیختگی ارز حاصل بی تدبیری است، با بخشنامه حل نمی شود. هفته صبح تصمیم دیر هنگام اما ضروری دولت برای تکنرخی شدن دلار را سزارین سخت دلار تکنرخی می داند. همشهری در جستجوی دلار تکنرخی است. وطن امروز هم بخشنامه بانک مرکزی در مورد ضوابط خرید و فروش و نگهداری ارز را دستور دلاری می داند.